سلام پنجشنبه 26 فروردین 89 15 اپریل 2010 میلادی در مورد 6 موضوع امروز صحبت میکنم موضوع اول این که قانون تنقیح قوانین که به شورای نگهبان رفته بود و برگشت به مجلس با الحاق یک ماده به اون تصویب شد و بر اساس این مصوبه همه نهادهایی که قانون گذاری می کنند باید بفرستند به مجلس مثل مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگران باید بفرستن مجلس قانون به تصویب مجلس برسه الا مجلس خبرگان مجمع تشخیص مسلحت نظام شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان که از بین این مراکز که در واقع همه به رهبری متصلند و در واقع جز مجلس خبرگان که خودش باید ناظر به رهبر باشه و البته نیست بقیه در واقع منصوب رهبر و زیر انگشت رهبری قرار دارند می توانند قانون بگذارند و از بین اینها شورای عالی امنیت ملی شاید خطرناکترینش هست برای اینکه در همین حال حاضر هم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به روزنامه ها می نویست فلان موضوع کار نشود یا فلان موضوع مطرح نشود و از این پس این اختیار رو هم خواهد داشت که در واقع قانون و مقررات وضع بکنه و عملاً کشور به زبون ساده ترین است که با چنین اختیاری که شورای عالی امنیت ملی و مجمع بعدش هم مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان دارند در واقع هیچ قانونی ندارد و یک فرد به نام رهبری هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه و حرفش میشه عین قانون حالا ممکن است که توسط این ارگان های منصوب خودش اون حرفش تبدیل بشه به قانون و این طبق تعریف یعنی استبداد با مصوبه امروز مجلس می توان گفت که استبداد در ایران که به نوعی در قانون اساسی ایران نهادینه شده است شکل قانون مصوب هم پیدا کرد و در واقع یک استبداد تموم ایار قانون شده در کشور حاکم شد به همین دلیل هم هست که به درستی مردم آنچه که اتفاق میفته از چشم رهبر میبینن و وقتی هم اعتراض میکنن اعتراضشون مستقیما متوجه شخص رهبری و آقای خامنه است که باید پاسخگو باشه به همه اتفاقاتی که در کشور میفته نکته دوم این که جلسه اوپک گازی اولین جلسه بعد از تشکیلش در واقع بین روسیه و قطر بدون حضور ایران برگزار شد و بعضی ها معتقدند که روسیه و قطر ایران رو رقیب خودشون میدونند و این داستان اوپک گازی که این مقدار هم ایران روش تبلیغات کرده در اولین قدم با حذف ایران حرکت کرده و کشور ونزوئلا هم 21 درصد آمار نشون میده افزایش صادرات نفت داشته در حالی که ایران نزدیک به 30 درصد 400 و نزدیک به 400 هزار بشکه در روز 20 درصد از قراردادهای صادرات نفتش رو از دست داده و در واقع میشه گفت که ونزوئلای که این مقدار ظاهرا با ایران نزدیکه در مورد نفت به راحتی خنجر رو به پشت ایران فرو میکنه و خیلی جالبه از امثال آقای احمدی نژاد کسی بپرسه که این دوستی با آقای چاوز و ونزوئلا به چه درد و نکته دیگه این که دو شرکت چینی سینوپک و چاینا, چاینا اویل هم خبر رسیده که قرار است به ایران بنزین بفروشند به خصوص اینکه خیلی شرکت های روسی هندی و کویتی و سایر کشورها فروش بنزین به ایران رو متوقف کرد نکته سوم این که شرکت دایملر از ایران اعلام کرده که میره و دیگه قرارداد جدیدی امضا نخواهد کرد و سی درصد سهام خودش در شرکت ایدم تبریز که موتورهای دیزلی بنز رو میسازن رو هم برای فروش گذاشته به این ترتیب باید گفت که کارخانجات بزرگی مثل گروه صنعتی خاور و شرکت ایران خودرو که تولید کنندگان کامیون، اتوبوس و مینیبوس های بنز هستند با مشکلات بزرگی مواجه خواهند شد و با هزاران کارگری که برای این کارخانجات کار, کار میکنن به هر صورت قطع رابطه شرکت دایملر با ایران که بیش از چهل سال پنجاه سال در ایران کار میکرده تحت تاثیر فشار دولت خانم مرکل در آلمانه که به بسیاری از کمپانی های آلمانی توصیه کرده که و فشار میاره دولت آلمان که با ایران قطع رابطه بکنند آلمان بزرگترین شریک تجاری ایرانه و اولین واردات ایران از دنیا از کشور آلمان و به این ترتیب شرکت های آلمانی یکی پس از دیگری از بازار ایران دارن بیرون میرن نکته چهارم این که 26 23 شرکت ترخیص کار در منطقه آزاد شلمچه تجمع اعتراضی دیروز داشتن به واگذاری تمام کارهای این منطقه آزاد به یک شرکت خصوصی و مشکلاتی که براشون ایجاد شده با صدها نفر کارگری که دارن. و نکته پنجم این که به خانه کارگر برای مجوز راه برای راهپیمایی روز کارگر مجوز داده نشده و این اولین باری است که حتی خانه کارگر رو هم از برگزاری مراسم روز کارگر که روز 11 اردیبهشت ماه شنبه هستش منع کردن به نظر میرسه کودتاچی ها از برگزاری روز کارگر وحشت دارن چرا که میترسند که مردم و حامیان جنبش سبز از این فضا استفاده بکنند و همبستگی خودشون رو با کارگرها اعلام بکنند نکته آخری در مورد روز کارگر و روز معلم یعنی یازدهم و دوازدهم اردیبهشت ماه که سالهای زیادی اومده که ما چه کارهایی رو در این روز میتونیم انجام بدیم اولین نکته این است که همبستگی جنبش سبز رو باید با جنبش کارگری ایران و جنبش معلمان در این دو روز اعلام کرد نکته دومی که خواسته اصلی کارگرا که در پاره ای از رهبران اونها مثل آقای اوسانلو در زندان هستند داشتن سندیکای آزاده که این خواسته رو باید پافشاری کرد و همینطور خواست معلم ها رو که پاره ای از فعالینشون مثل آقای بهشتی در زندان هستند باید بر درخواست اونها داشتن اتحادی های مستقل معلمی و افزایش حقوق معلم ها باید جنبش سبز هم بسته خودش اعلام بکنه اما در برای آزادی زندانیان کارگر و معلم محور سومی است که جنبش سبز میتونه بر اون پافشاری بکنه اما اینکه این, این سخاسته رو یعنی همبستگی با جنبش کارگری و جنبش معلمان پشتیبانی از خواستهای های اونها به خصوص خواست سندیکای آزاد و خواست افزایش حقوق معلمان و نهادهای مستقل معلمین و آزادی زندانیان در بند معلمین و کارگران این چگونه ما بتونیم انجام بدیم چه اکسیون هایی رو میتونیم در پیش بگیریم بیشترین پیشنهاداتی که من دریافت کردم حاکی از این است که غیر از تجمعاتی که میتونه در دانشگاه ها مدارس و به طور پراکنده در سطح شهرها باشه اما غیر از اون چون کارخانجا تعطیلا روز شنبه یازده اردیبهش پیشنهاد این است که به سبک اتحادیه همبستگی در لهستان که اولین بار آدم میچنیک پیشنهاد کرد که تظاهرات اعتصابات پانزده دقیقه‌ای، ده دقیقه‌ای انجام بدن زیر فشار سنگین کمونیست ها که همه چیز رو کنترل می‌کردند، پیشنهاد بر این است که در روز شنبه یازده اردی بهشت ما از ساعت یازده تا یازده و نیم صبح به مدت نیم ساعت همگان دعوت بشن به اینکه اعتصاب بکنن هر کس در خیابون سرعت اتومبیلش رو کم کنه ترافیک رو متوقف بکنه تا اونجا که میتونه اگر میتونن بوغ بزنن هر کس که در مغازه هست مغازه داره این نیم ساعت بدون اینکه مغازش رو ببنده یا میتونن ببنده بیاد بیرون بیسته اعلام بکنه اعلام همبستگی بکنه و هر کس که در اداره شرکت ها مؤسسات کار میکنه این نیم ساعت رو به طور نمادین برای همبستگی با جنبش کارگران و معلمین دست از کار بکشه در این در مورد این اکسیون و این پیشنهاد خوب روزهای آینده باز هم صحبت می تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران ایران